در تهران در 24 ساعت گذشته تعداد 961 بیمار جدید در واقع بستری کردیم، یعنی تقریبا نزدیک 1000 بیمار جدید که خب عدد قابل توجهی از نظر ما به عنوان موارد جدید کرونایی تلقی میشه بستری شدن، که از اینا حدود 167 نفر در بخش مراقبت ویژه بستری شدن. تهران در وضعیت فوق بحران، بیشتر استانهای ایران در وضعیت قرمز، با مرگ 235 نفر در یک روز تعداد قربانیان دوباره به اوج رسید. از میهمانان 60 دقیقه امشب میپرسیم چرا وضعیت کرونا در ایران دوباره بحرانی شده؟ راه کار حل این مشکل چیست؟ در ادامه برنامه امشب. اینوش که عمر جاودانی نه استاد آواز ایران بار دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه، شرایط عمومی محمد رضا شجریان ناپایدار است. شدت گرفتن نبرد جمهوری آذربایجان و ارمنستان در نهمین روز درگیری‌ها. آذربایجان می‌گوید فقط به شرطی عقب نشینی می‌کند که ارمنستان آتش بس را بپذیرد. سلطنت خانوادگی امام علی رحمان زیر ذره‌بین ناظران انتخابات تاجیکستان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در 30 استان از 31 استان ایران وضعیت قرمز یا هشدار اعلام شده. آمار رسمی مرگ و میر کرونا دوباره به زمانی رسیده که این بیماری اوجی هولناک گرفته بود. 235 مرگ در یک شبانه روز. موجی تازه از گسترش کرونا فضای خیلی از کشورهای جهان را متلاطم کرده، ولی قربانیانی که در ایران دیده می شود از جهاتی استثنایی است. دولت سراسیمه تهران را یک هفته تعطیل کرده، کلان شهری را با بیش از 13 میلیون نفر جمعیت. چرا کار در مبارزه با کرونا در ایران به اینجا رسیده؟ بازگشت به نقطه اوج بحران. کشوری در کشمکش با محدودیت‌های اقتصادی بیشمار چگونه می‌تواند جان شهروندانش را از شر این ویروس حفاظت کند؟ از شهروندان چه کاری برمی‌آید؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. مراجع کننده خیلی بیشتر شده، مخصوصا مریضایی که نیاز به ICU دارن. ما تخت ICU نداریم. ظرفیت تکمیل است. بیمارستان‌ها و بخش‌های مراقبت‌های ویژه در ایران تخت خالی ندارند، در حالی که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا بار دیگر به رکورد قبلی خود رسیده. 235 نفر در یک روز. تلفات بیش از 200 نفر برای دومین روز پی در پی. آمار وزارت بهداشت ایران که حتی عضو ستاد مبارزه با کرونا هم آن را باور نمی کند. مسعود مردانی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته شمار جانباختگان بیشتر از این است. این آمار اعلام می شود که مردم بدانند هر روز حداقل 200 نفر از عزیزان ما و آنها بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 فوت می کنند. که البته اعتقاد من این است که آمار فوت ممکن است از این عدد بسیار بیشتر باشد. آقای مردانی تنها مقامی نیست که در مورد آمارها تردید دارد. سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران هم در مصاحبه با تلگرام امتداد گفته تهران از نظر اعمال دستورالعمل‌های بهداشتی یک شهر بی صاحب است و تعداد مرگ و میر کرونا حتما از اعداد اعلام شده بیشتر است. کرونا نفس اکثر استان‌های ایران را گرفته. 26 استان در وضعیت قرمز هستند و 4 استان کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعیت هشدارند. استان تهران اما حالش از همه وخیم‌تر است. ظاهراً وضعیت تهران را دیگر با کلمات معمول هشدار و قرمز نمیتوان توصیف کرد. به گفته آقای مردانی وضعیت پایتخت ایران فوق حاد است و اگر سفرهای آخر هفته شروع شود احتمالاً باید بیمارستان‌های صحرایی برپا کرد. رئیس ستاد کرونا استان تهران هم توصیف آقای مردانی از وضعیت این استان را تایید کرده. تهران با تعاریفی که وجود داره، تهران وضعیت فوق‌العاده بحرانی داره و در شرط کاملا قرمز به سر بره. تقریبا روزی نبوده که ما تو روزهای اخیر یا تو هفته اخیر به شرط نسبتا مطلوب‌تر برسیم. از دو روز پیش تهران به مدت یک هفته تعطیل شد، اما نه تعطیلی عمومی. برخی مشاغل و اصناف و مساجد بسته شدند. زمزمه هایی از احتمال تعطیلی بیشتر هم هست.
دیروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت برای کاهش شیوع ویروس نیاز به 2 هفته تعطیلی است. روزنامه همشهری در صفحه اول خود به موانعی که سر راه این اقدام وجود دارد اشاره کرد. پروتکل‌ها و ابلاغیه‌های تفسیرپذیر، تصمیم‌گیری کند، اختلاف نظر درباره دورکاری، مقاومت اصناف در برابر تعطیلی و نگرانی از سفر. بسیاری تعطیلی را فرصتی برای مسافرت می‌دانند. بی‌اعتنا به بحران موجود و در شرایطی که مشخص نیست چرا مانند دیگر کشورها دولت محدودیتی برای سفرهای داخلی وضع نمی‌کند. سفر به عراق در این ایام در سالهای پیش معمول بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در آستانه مراسم 40 امام سوم شیعیان مرزهای ایران و عراق بسته شده برای جلوگیری از شیوع کرونا. راهپیمایی بزرگ شیعیان از سراسر دنیا اتفاق میافتاد، متاسفانه به خاطر شرایط ویژه و بیماری کرونا اتفاق نخواهد افتاد و شاهدش نخواهیم بود. تصمیمی که ایران اگر برای مراسم محرم گرفته بود و از احتمالاً این گونه نمی بود. ما عزاداری همه جا عزاداری امام حسین باید انجام بدیم. ملت عزیز ایران تشکر میکنم به خاطر حسن رفتارشون در دهه عاشورا. تصمیم به برگزاری مراسم محرم برخلاف پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی و در حالی که مقام‌های ایران از آن آگاه بودند. این حرف‌های معاون وزارت بهداشت ایران درباره جلوگیری از تجمع‌های گسترده. مهمترین اقدام و اولین اقدامی که سازمان بهداشت جهانی گفته جلوگیری از اتفاقات تشدید کننده است. اتفاقات تشدید کننده چیه؟ هر تجمعی، اهم از تجمع ورزشی، مهمانی و عروسی، مذهبی و اصولا هر تجمعی بیش از چند کلان تعطیل. ما تراختور و پرسپولیس بردن خیلی خوشحال شدیم، من این تجمعات نگرانمون کرد. تو خوزستان که مردم جمع شدن دستبوسشون رو بستیم، ولی کرونا از هر فرصتی استفاده میکنه، ضربش رو میزنه. کرونا شاید از هر فرصتی استفاده کند، اما فرصتی که سوخت ممانعت از برگزاری مراسم محرم بود و بیش از 2700 نفری که فقط طی 2 هفته جانشان را از دست دادند. البته اگر آمار دقیق باشد. پرهام قبادی، بی بی سی. دکتر سحر مطلبی، پزشک عمومی و کارشناس بهداشت جمعیت از مالمو سوئد با ما هستند. خانم دکتر مطلبی، وضعیت ایران از نظر بازگشت میزان تلفات به نقطه اوج بحران کرونا استثنائیه. چرا؟ با سلام خدمت شما. خب این یه موجی که انتظار می رفت که ما از قبل هم پیش بینی شده بود همه جای دنیا اتفاق افتاد، اما چرا ایران یکم شدیدتره؟ به نظر میرسه که دلیل اصلیش اینه که اون در واقع 4 تا اقدام اصلی بودش که همه جای دنیا تو هم تقریبا با هم انجام شده بود، با یه مقدار مثلا با کم و زیاد، ولی در طول زمان اینها با هم انجام می‌شد. یکیش همون کاهش تجمع بود، بالای 50 نفر که کلا ممنوع بود تو اغلب جای دنیا، بین 5 تا 50 نفر تو کشورهای مختلف متفاوت تفاوت داشت. و یه مورد دیگه‌ش هم کاهش تردد به آلوده بود، به مناطق آلوده و از مناطق آلوده. و مورد دیگه هم زدن ماسک بود که تقریبا تو 27 تا کشور اجباری شده بود توی دنیا، و بخش دیگه‌ش هم اختیاری بود، ولی حتی تو بعضی موارد جریمه هم براش گذاشته بودن. و از جمله موارد خیلی مهم دیگه این بودش که طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی تعداد آزمایش هایی که انجام میشد زیاد شده بود، یعنی حداقل باید تعداد موارد آزمایش شده 10 برابر تعداد موارد مثبت باشه که نشون بده که آماری که ما داریم آمار درستیه. و خب در مورد ایران الان 8 برابر، یعنی ما هنوز به اون استاندارد نرسیدیم، پس این نشون میده همین میتونه شاخصی باشه برای اینکه آمارای ما آمار دقیق نیست. یه دلیلش بوده که نسبتاً گرون بوده و مردم توانایی پرداخت آزمایش رو نداشتن. مثلا اخیراً شده 240 هزار تومان که اگر منفی کاذب باشه، که احتمال منفی کاذب قبلا 10% هم بود، وقتی دوباره مریض مراجعه میکنه باید دوباره پول پرداخت کنه که خب مریض بنیه‌اش رو نداره، توان مالیش رو ندارن بدن. در نتیجه خیلی از موارد هست که کاملا تابلو بالونی کامله ولی آزمایشگاهی تایید نمیشه، بخاطر اینکه مریض نمیتونه از پس هزینه‌اش بر بیاد. و خیلی از موارد باعث میشه که اصلا مردمی در خونه اتفاق میفته. بله، سوال من اینه که خب در بعضی از کشورها اصلا اون محدودیت ها رو به شکل سفت و سخت اونهایی که شما اشاره کردید رعایت نکرده بودن، ولی الان در ایران میزان مرگ و میر برگشته به
اوج، در خیلی از کشورها موج دومی هست ولی تلفات بسیار کمه. چطور هست که مثلا در همین سوئدی که شما زندگی میکنید و محدودیت ها اونقدر شدید نبوده ما شاهد چنین وضعی نیستیم؟ این یه مسئله خیلی مهم که هست. البته سوئد جمعیت بالای 50 نفر رو تعطیل کرد، دانشگاه و مدارس رو تعطیل کرد و هنوز هم تعطیله و تمام اینو لاین انجام میشه، خیلی از کارشو دورکاری انجام میشه، به صورت دورکاری انجام شد. ولی کن یه مورد مهمی که این هست، جمعیت سوئد نصف تمام جمعیت ایرانه و جمعیت عامل مهمیه برای انتشار. و اصلا اینو نگاه تو خیلی از کشورها مثلا مثل ایسلند، مثل سوئد، اینایی که تراکم جمعیت خیلی بالایی نداشتن، مداخلاتی که انجام میدادن به شکل دیگه بود. مثلا ماسک اجباری نبود توی این کشورها، برای اینکه همینطوری هم فاصله آدم‌ها به طور طبیعی ممکن 2 متر و بیشتر هم باشه وقتی تو سطح خیابون نگاه میکنید یا تو مراکز که مراجعه میکنید، اصلا عادت و فرهنگی دارن که فاصله 2 متر رو همینطوری هم با هم حفظ میکنن. در نتیجه این عوامل مشخصات جمعیتی و عادت‌های فرهنگی هم خیلی مهم بوده تو این که بتونن مدیرای کشورها انتخاب بکنن که چه دسته از مداخلاتی رو با هم انجام بدن، برای اینکه فشار بیشتر از حد مردم نیاد و در این حال میزان مرگومی رو ابتلا هم بیاره پایین. خب تو ایران تراکم جمعیت نسبتاً بالا، سطح تو بین کشورهای منطقه جزء تراکم جمعیت های خیلی بالا رو ما داریم و حتی نوعی به خاطر قدرت اقتصادی که وجود داشته که خیلی هاشو نمیشد قابل انجام نبوده دیگه. از جمله مثلا همین تردد با وسیله نقلیه عمومی، مترو یا اتوبوس اینا که تو مثلا خیلی از کشورها مثل آلمان زدن ماسک اجباری بوده وقتی وارد مترو میشدن، ولی تو ایران خب اصلا همچین اتفاق نیفتاده، این کنترلی نشده بود برای این که بشه و تراکم جمعیت هم خیلی و اون فاصله 2 متر اصلا تو مترو قابل انجام. این یکی از موارد مهمی بودش که احتمالا نقل انتقال سریع شده تو راه های نقل انتقال. در هر صورت فکر میکنید که در شرایط فعلی با توجه به ویژگی هایی که درباره ایران میدونیم چه کارهایی میشود کرد؟ ببینید ما مثلا یه چند دسته از مداخلات که میشه برای ایران الان انجام داد، یه بخشش مداخلات جمعیتی، یه بخشش درمانیه. مثلا مداخلات جمعیتی اینه که ماسک باید اجباری بشه الان و ماسک هم اصلا اهمیتی نداره که ماسک جراحی یا ماسک خاص باشه، ماسک پارچه‌ای و حتی میتونه شال روسری باشه مثل کشور اتریش که اجباری کرده بود با شال روسری هم شده، برای اینکه این تو میزان شدت بیماری تاثیر داره، یه مرگ و میر رو میتونه تاثیر بذاره رو کاهشش. و دیگه تردد بین استانهای آلوده است، یعنی تو استانهایی که آلودگی وجود داره تردد نباشه. بعد مورد دیگرش هم بسته شدن مدارس و مراکزی که بالای 50 نفر جمعیت میتونه توش وجود داشته باشه، میتونه ورزشگاه باشه، رستوران ها باشه. و از جمله مداخلات درمانی که خیلی الان اهمیت داره، احداث بیمارستان های صحرایی، برای اینکه اگه مریضایی که شاید بد حال هستن تو هفته دوم بستری نشن و درمانشون شروع نشه احتمال میره. و دیگه اینکه تو حداقل به 10 بار، یعنی موارد تستای انجام شده 10 بار از مار جمعیتی در واقع اعتماد کرد و بر اساسشون برنامه ریزی کرد. متشکرم از دکتر سحر مطلبی، پزشک عمومی و کارشناس بهداشت جمعیت با پوزش، به دلیل اینکه خط ارتباطی ما در اواخر گفتگو با خانم مطلبی کم و بیش با مشکل همراه بود. اما با یک دکتر متخصص بیماری های عفونی در ایران صحبت میکنیم. خانم دکتر، میخواستم ببینم که شما شاهد چه فضایی هستید؟ تا جایی که میدونم در یک بیمارستان کار میکنید. سلام، من هم خدمت شما و همکارانتون و مردم عزیزی که تماشاگر برنامه شما هستن سلام عرض میکنم. بله، متاسفانه ما با افزایش تعداد بیماران مواجه شدیم که این افزایش توی شهرهای اصلی مثل تهران، اصفهان، اهواز و سایر مراکز استان‌ها مثل کرمان خیلی شدیدتر هست. و حالا همونطور که همه مردم هم میدونن، این افزایش تعداد بیماران نشون دهنده اقدامات گذشته ماست که پیشگیری‌های مناسبی انجام ندادیم و در حال حاضر تعداد بیمارانمون به شدت افزایش پیدا کرده
و از اونجایی که ما بیمارانی رو میبینیم که بیماران بیماری شدید کووید 19 مبتلا هستن، در نتیجه تعداد افرادی که بیماری به صورت ناقل یا حالا علائم خفیف دارن حتما چندین برابر این تعدادی هست که ما در بیمارستان ها میبینیم. بله، کسب و کارها رو تعطیل بکنن اونطور که در تهران دارن این کار رو میکنن چقدر ممکنه که به وضعیت کمک بکنه؟ تجربه شما چیه خصوصا از موج قبلی؟ به طور کلی خب چیزی که راجع به این ویروس میدونیم اینه که این ویروس توی تجمعها خیلی زیاد گسترش پیدا میکنه و خیلی انتقالش توی تجمعهای این هست. بنابراین مشاغلی که به هر نحوی باعث تجمع افراد توی یک منطقه میشن باعث تشدید بیماری میشن. قبلا این سابقه رو داشتیم، یعنی توی فروردین ماه با اینکه مشاغل و کسب و کارهایی که با تجمع زیاد مردم در ارتباط بودن کنسل شدن، حالا به تعویق افتاده بود یا از بیکاری استفاده میکردن از طریق سیستم های آنلاین، خب تعداد مریض و شیوع بیماری خیلی کاهش پیدا کرده بود و تجربه موفقی بود. الان هم به نظر میرسه که مجددا همین اقدامات لازم باشه تا جلوی شیوع بیشتر بیماری و افزایش تعداد مبتلایان گرفته بشه. ممنونم از شما. گفتگویی بود با یک متخصص بیماری های عفونی در ایران. و اما در نهمین روز درگیری ها در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، دبیر کل ناتو از دو طرف خواسته فوراً سلاح های خود را زمین بگذارند. ینس ستولتنبرگ که به ترکیه رفته از دولت آنکارا خواسته از نفوذ خود برای پایان دادن به این نزاع استفاده کنند. با این حال ترکیه که آشکارا از جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند خواستار عقب نشینی ارمنستان از قره‌باغ شده. در همین حال درگیری‌ها بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان شدت گرفته. باران عباسی گزارش می‌دهد. باران گلوله بر فراز پایتخت قره‌باغ. استپاناکرت یا خانکندی، بیش از یک هفته بعد از آغاز درگیری ها، صحنه هایی که مانند آن را این شهر 30 سال است که به خود ندیده. حمله ای که به جمهوری آذربایجان نسبت داده شده. در آن سوی میدان شهر گنج در آذربایجان دیروز زیر موشک باران، حمله ای که باکو میگوید کار ارمنستان بوده. ترکیه حامی اصلی آذربایجان و از اعضای ناتو امروز میزبان دبیر کل این سازمان. درخواست ینس استولتنبرگ از هر دو طرف برای آتش بس. ما از افزایش خشونت‌ها بسیار نگرانیم. همه طرف‌های درگیر باید فوراً نبرد را پایان دهند و راهی برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه پیدا کنند. من از ترکیه انتظار دارم با استفاده از نفوذ قابل توجهش تنش‌ها را کم کند. ترکیه اما ارمنستان را دولتی اشغالگر خوانده و راه حل را بیرون رفتن نیروهای این کشور از قره‌باغ می‌داند. از آنجایی که هر دو کشور از شرکای ناتو هستند، طبیعیه که ناتو خواهان یک آتش‌بس متعادل و یک راه حل صلح‌آمیز از سوی همه طرف‌ها بشه. ناتو باید خواستار حل این مشکل بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل و تمامیت ارضی آذربایجان بشه و از ارمنستان بخواد فوراً از این منطقه عقب نشینی کنه. در روزهای اخیر ارمنستان گنجه و نواحی اطراف باکو را بمباران کرده و مشخصاً غیر نظامیان را هدف گرفته. این یک جنایت جنگیه. قره‌باغ منطقه‌ای که جامعه بین المللی متعلق به آذربایجان می‌داند، اما تحت حاکمیت ارمنستان است و بیشتر ساکنانش هم ارمنی‌اند. مقام‌های قره‌باغ می‌گویند 201 نظامی و چند غیر نظامی در چند روز گذشته جان خود را از دست دادند. آذربایجان هم می‌گوید 22 غیر نظامی کشته شدند، اما حرفی از شمار تلفات نظامی نزده. اینجا روستای تالش در قره‌باغ، یکی از روستاهایی که آذربایجان میگوید در روزهای گذشته از ارمنستان پس گرفته. تصاویر وزارت دفاع آذربایجان از سربازانی که پرچم این کشور را بر بالای ساختمانی نصب میکنند. باکو میگوید تنها زمانی از پیشروی باز میایستد که شرطهایش عملی شوند. و سونونجو شرط
اول ارمنستان باید سرزمین‌های ما رو ترک کنه و به این درگیری خاتمه بده. نه فقط در کلام، بلکه در عمل. نخست وزیر ارمنستان باید بگه من تمامیت ارضی آذربایجان رو به رسمیت میشناسم. پاشینیان باید بگه من نیروهامو از سرزمین‌های اشغالی عقب میکشم. باید بگه از مردم آذربایجان معذرت میخوام. باید بگه قره‌باغ ارمنستان نیست. خواسته ای که به نظر نمی رسد نخست وزیر ارمنستان از آن استقبال کند. از رهبران دو طرف وعده ایستادگی. قدرت های جهانی به نظر ناتوان از میانجیگری. میراثی از آوار و آتش برای آنهایی که جایی برای رفتن ندارند. باران عباسی، بی بی سی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به قطر رفته تا با مقام‌های بلندپایه این کشور و همچنین هیئت افغانستان در مذاکرات صلح این کشور دیدار کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که اختلاف‌ها بر سر تعیین شیوه مذاکرات بین هیئت دولت و هیئت طالبان همچنان ادامه دارد. همزمان مایک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم به قطر رفته، گرچه محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که سفر آقای اسپر ارتباطی به مذاکرات صلح ندارد. علی حسینی خبرنگار ما در کابل در گفتگوی با محمد نعیم از او پرسیده که آیا درباره دو مورد اختلافی بر سر تعیین شیوه مذاکرات پیشرفتی حاصل شده یا نه. میتونم در رابطه با نقاط مشخص کرد، اما به شکل عام گفتم میتونم که کارها کم مانده و ما امیدوار هستیم که تفاهم صورت بگیره. و وزیر دفاع آمریکا هم آمده به جایی که شما هستین، رئیس جمهوری افغانستان هم همچنین. فکر میکنین وضع منتظر تغییراتی در وضعیت هستن یا نه؟ به نظرم فکر میکنم سفرهای مربوط هم و شما که نام بردین مربوط از آن میشه، یا سفرهای میداشته باشن، کارهای خودشان هست. در این رابطه من فکر نکنم در رابطه به موضوعات ما کدام تعلق داشته باشه. وزیر دفاع آمریکا کدام برنامه داره که با شما دیدار داشته باشه؟ براتون اطلاع داده در این زمینه؟ نه خیر هستم، وزیر دفاع با ما چی کار داره؟ اون کار نظامی خودشان هست، که دولت و حکومت که اینجا هستن که تازه شاید کارهای خودشان باشه. بعد از این که به مو دو مورد اختلافی برابر شدن، در این فضای دو مورد اختلافی شما با کدام طرف سوم دیدار داشتین یا نه؟ به شکل عام ما از ابتدا با کشورهای زیادی روابط داریم، بارها نشست و برخاست داشتیم. این یک معمول است، چون در میدان سیاست طبیعی است که باید ارتباطات باشه، اما با شکل مشخص چیزی نیست. ما میدونیم آقای محمد نعیم که هیئتی که از افغانستان آمده تقریبا 6 مورد و 6 پیشنهاد و بدیل را ارائه کردن و میگن که هیئت طالبان با برخی از این پیشنهادها و بدیلها مخالفت ورزیده و با برخی دیگه هیچ پاسخی به اونها نده. چرا شما مخالفت میکنید و پاسخی نمیدهید؟ دلیل منطق اصلیتان چیه؟ نخست باید عرض داشته باشم که اصلا نمی حرفا را که هر کس میگه از هر منبعی که هست به نظرم درست نیست، چون سر میز که یک دو یا 4-5 جهت می نشینند طبیعی است که در اون رابطه تبادل نظر صورت میگیره. تو هم یعنی این معمول مذاکرات یا اصول مذاکرات نیست که یک طرف بگوید ما هر چیزی را پیش کردیم و طرف دیگه چیزی نه. خیر، درست نیست. آقای محمدی، همین موردی که شما اشاره میکنید که ما مخلصانه در این مذاکرات حضور داریم از طرف شما این طور برداشت میشه، ولی از طرف یک قشر زیادی از افغانستان این برداشت میشه که اونا حذف شده. منظورم در رابطه با این که شما نایده گرفتین مسئله ارجاع به فقه اهل تشیع را. به شکل عام ما هیچگاهی کسی را ندیده نگرفتیم و نه میتونه کسی که از اقشار ملت خود کسی را ندیده بگیره و نه تقاضای و پالیسی ما است. ما به هیچ صورت کسی را ندیده نگرفتیم و نمیگیریم و به مو اقشار ملت ما، به اقشار کشور ما که است، حقوقشان در حدود دین مبارک اسلام و در حدود منافع اولیای کشور ما تضمین است. شما مشخصاً گروه طالبان نظرش در رابطه با رسمیت مذهب اهل تشیع در قانون اساسی چیست؟ بعضی موضوعات است که سر میز در بحث قرار داشته باشه، پیش از اینکه یک تفاهم صورت گرفته باشه، یک توافق با میان آمده باشه، در اون رابطه معلومات سر میز باید مطبوعاتی نشوه و نه ما به نفع امی پروسه است.
البته ما چند بار تکرار کردم که در رابطه به حقوق شهروندان و رابطه به حقوق ملت ما هیچ کس در این رابطه تشویش باید نداشته باشه و هیچ نگرانی باید نباشه. و آقای محمدی، نگرانی مشخصا اگر بگم اهل تشیع افغانستان در این رابطه نیست که آیا اجازه میداده میشه که به فقهشان عمل شود یا نه، نگرانیشان است که آیا در قانون اساسی که گروه طالبان هم در تشکیل او نقش داره مذهبشان رسمیت داره یا نداره؟ موضوعات قانون اساسی و مواد که در او درج می‌گردد موضوعات بعدی است. تا هنوز ما در ابتدا قرار داریم، قسمی که من پیشتر عرض داشتم، ما تا هنوز در ابتدا قرار داریم، کار از ابتدا تا هنوز شروع شده. این حرفای بعدی است که در قانون اساسی تو میباشد در رابطه با نظام چیده، حرفای است که پس از اینکه توافق سر طرزالعمل‌ها صورت بگیره با سر میز می‌نشیند، اونجا موضوعات اجندا پیش میشه، سر از او بحث صورت میگیره. این موضوعات بعدی است، تفاصیل که چی میشه چی تو نمیشه. اما با شکل عام ما باز هم به همه اطمینان میدهم، به ملت خود و مردم خود، که در این رابطه هیچ تشویشی نداشته باشند، حق تلفی هیچ کس صورت نمیگیره. آقای محمد، یک بار دیگر برگردیم به دوحه و نشستی که اونجا هست. فکر میکنین که شما یک اشاره کردین که پیشرفت های صورت گرفته، فکر میکنین که اولین نشست گروه تماس دو طرف یا دو هیئت در این هفته احتمالاً برگزار بشه یا نشه، یا تماس قرار است برگزار شه یا نه؟ مشخصا گفته نمیتونم، اما ما امیدوار هستیم که این مشکلات به خیر به پایان برسه و ایره هم باید توقع داشته باشیم. قسمی که پیشتر عرض داشتم، این یک پروسه بسیار بزرگ و مشکلات دیرینه تقریبا از 40 سال 42 سال مشکلاتی که در کشور ما وجود داره، رفع کردن این مشکلات در یک روز و دو روز و یک ماه و دو ماه باید توقع نداشته باشیم، چون شما میفهمین که این مذاکرات به یک تفاهم رسیدن زمانگیر میباشه، وقت ضرورت داره، بحث ضرورت داره، تدور به یک تفاهم بگیره، قناعت جهت های دخل حاصل گردد و یه است که باید مشکل از اساسش حل گردد، ریشکن شو اساسا. آقای محمد، این برداشت من حالا از صحبت های فعلی شما ایست که احتمالا به این زودی ها ما شاهد نشست نخواهیم بود، جدا از این که شما امیدوار ابراز امیدواری میکنین؟ نه خیر، من گفتم به شکل عام همین پروسه باید فراز نشیب های می داشته باشه، این را باید تصور بکنیم و توقع داشته باشیم. اما امید ما ای است که هر چیز زودتر میشه این مشکلات به خیر به پایان رسد و یک تفاهم به میان بیاید. گفتگوی همکارم علی حسینی بود با محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش در توییت اعلام کرد که تا چند ساعت دیگر از بیمارستان مرخص می‌شود. دونالد ترامپ به علت ابتلا به کووید 19 سه شب گذشته رو در بیمارستان نظامی والتر رید سپری کرده. او به مخاطبانش پیام داده که از کرونا نترسند. آقای ترامپ میگوید حس می‌کند که حالش حتی از 20 سال پیش هم بهتر است. اقدام دیروز او در خروج از بیمارستان با اتومبیل برای تشکر از طرفدارانش که در بیرون تجمع کرده بودند، انتقادهای بسیاری را به همراه داشته که میگویند ممکن است رئیس جمهوری آمریکا جان راننده و محافظان خود را به خطر انداخته باشد. همکارم سام فرزانه همین الان از واشنگتن با ما. سام، تازه چه خبر؟ جدیدترین خبر این که تا دقایقی دیگر پزشکانی که کار معالجه آقای ترامپ رو به عهده دارن قراره که یک کنفرانس خبری داشته باشن و در اونجا توضیح بدن آخرین وضعیت رئیس جمهوری آمریکا چه هست. حدود نیم ساعت پیش بود که این خبر اعلام شد که پزشکان قراره که صحبت بکنن، اما به فاصله 10 دقیقه بعد از اون، یعنی 20 دقیقه قبل از اینکه پزشک آقای ترامپ بخواد صحبت بکنه، خود آقای ترامپ توییتی نوشت و توی اون گفت که امروز قرار هست ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا از بیمارستان مرخص بشه و به کاخ سفید بازگرده. احتمالاً برای مدتی او همچنان مجبور هست که جدا و در قرنطینه باشه، اما در کاخ سفید که بتونه بیشتر کار بکنه. آقای ترامپ توی این توییت خودش همچنین به مردم گفتش که نترسن از بیماری کرونا، نترسن، و گفت که ایالات متحده تحت رهبری او تونسته به روش‌هایی دست پیدا بکنه که برای درمان بیماری کووید مفید هستن. آقای ترامپ اگر بخواد که در قرنطینه هم باشه در کاخ سفید، در هر صورت او بیمار مبتلا به کووید 19 است، چقدر میتونه به تبلیغات خودش هم ادامه بده، به مبارزات انتخاباتیش؟
ببینید آقای ترامپ میشه گفت که داره از همین موقعیت برای مبارزه انتخاباتی خودش استفاده میکنه. آقای ترامپ کسی است که تمام این ماهایی که در تمام دنیا بیماری کووید 19 مسئله ساز بود، آقای ترامپ میگفت که باید درهای اقتصاد باز بشه و باید دوباره مردم به سر کارهای خودشون برگردن. و الان آقای ترامپ میتونه این رو بگه که خودش هم مبتلا شده، همونطور که توی پیام ویدیویی که دیروز منتشر کرد هم این رو گفت، گفت که من خودم از نزدیک با این بیماری دست به گریبان بودم و الان میتونه این پیام خودش رو با رسونه و تضاد بزرگتری رو نشون بده بین خودش و رقبای خودش در حزب دموکراتیک آمریکا، که بگه که اونها اگر میخوان همه چیز تعطیل بشه و مردم به خونه ها و زیرزمین های خودشون برن، اما آقای ترامپ و جمهوری خواهان کسانی هستن که خواهان ادامه وضعیت زندگی معمول مردم هستن و این امید رو به کسانی میده که این شرایط براشون شرایط سختی بوده و دوست نداشتن که در قرنطینه به سر ببرن و از خونه هاشون بیرون نیان. ممنونم از سام فرزانه، همکارم در واشنگتن. مراسم دادخواهی قربانیان پرواز هواپیمای اوکراین که توسط موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی فرودگاه تهران سقوط کرد در 9 شهر دنیا امروز برگزار شد. این مراسم که خانواده‌های قربانیان هم در آن شرکت کرده بودند در شهرهای ونکوور، ادمونتون، وینیپگ، تورنتو، اتاوا و مونترال در کانادا و همینطور در لندن، فرانکفورت و واشنگتن برگزار شد. بوئینگ 737 شرکت هواپیمایی اوکراین دی ماه سال گذشته دقایق بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران هدف 2 موشک قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن جان باختند. علیرضا قنچی، همسر فائزه و پدر پارسا و دورسا، از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراین از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای قنچی، هدف شما دادخواهی است، این رو درک میکنم، ولی چطور تصمیم گرفتید که به این شکل مجازی از 9 شهر جهان برگزار کنید؟ با عرض سلام، با توجه به شرایط کرونا امکان حضور و دعوت از هموطنان یا در واقع ایرانیان حالا مقیم در شهرهای مختلف کانادا یا لندن یا جای دیگه نبود، لذا ما خانواده‌ها تصمیم گرفتیم که گرد هم بیاییم و به صورت آنلاین پذیرای تمام هموطنان باشیم و همینطور از دولت مردان دعوت کردیم که حضور به هم برسونند و توی گرد همایی ما سخنرانی داشته باشند. دولت کانادا اعلام کرده که جداگانه در این زمینه تحقیق میکنه، شما هم در تورنتو هستید، امید دارید که این تحقیقات به یافته جدیدی برسه؟ این خیلی خبر خوبی بود. من توی بیانیه که امروز بود اینو اعلام کردم و تشکر کردم از دولت کانادا که 3 روز پیش اعلام کرد که تحقیقات خودش رو به صورت جداگانه و فارغ از آن چیزی که جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد پیش خواهد گرفت. این نوید و امیدی هستش برای ما، چرا که ما تمام تلاشمون رو توی این 9 ماه کردیم که به اینجا برسیم. بله، امیدی هستش و ما امیدمون و تمام آن چیزی که ما رو تو این مسیر زنده نگه داشته رسیدن به اون روزی است که دادگاه ذی‌صلاح و بدون و فارغ از هر گونه جنبه سیاسی برگزار بشه و ما به دادخواهیمون و دادرسیمون رسیدگی بکنیم. شکایت رسمی که کردید، کار شکایت به کجا رسیده؟ کار شکایت در حال انجام هستش، اون هم پروسه قانونی خودش رو داره طی میکنه، ولی با توجه به شرایط کرونا و مسائلی که هستش یه مقداری زمان بر هستش، ولی اون هم مسیر قانونی خودش رو در پیش گرفته. و در نهایت این نوع دادخواهی هایی که شما انجام دادید، از جمله امروز، فکر میکنید که در زمینه پیشبرد این شکایت طرح شده هم کمک بکنه؟ 100% همینطور هست. ما 9 ماه تلاش کردیم که به امروز برسیم. امروز موفق شدیم که وزیر امور خارجه و چند نفر از نفرات اصلی پارلمان با ما همراه باشند، صدای ما رو بشنوند. فکر میکنم که امروز خیلی از آدم‌ها توی گوشه کنار دنیا صدای ما رو شنیدند و به حقانیت و حمایت از ما برخواسته بودند و 100% همین هستش و این راه ادامه پیدا خواهد کرد تا به اون روزی که خدمتتون عرض کردم. و در نهایت فکر میکنید که میخواید به کجا برسید؟ فکر میکنید که نهایت شکایت هایی که شما دارید پیش میبرید، کمپین هایی که راه افتاده، حمایت هایی که از طرف دولت کانادا و بعضی از کشورهای دیگر هست، کار رو به کجا خواهد رسوند؟
ما دنبال رسیدن به یک دادگاه ذی‌صلاح عاری از هر گونه جنبه سیاسی، فقط جهت اینکه برسیم به حق و حقوق واقعیمون، بدانیم که چه اتفاقی برای ما افتاد و چگونه، و در اون روز صبح کذایی چرا مورد حمله دو موشک قرار گرفتیم و خانواده‌های خود را از دست دادیم، و تمام کسانی که مسبب این حادثه بودند باید جوابگو باشند، باید به سزای اعمالشون برسند. این غایت آن چیزی هستش که ما انتظار داریم. بسیار ممنونم از علیرضا قنچی، همسر فائزه و پدر پارسا و دورسا قنچی، از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراین از تورنتو کانادا با ما. شمار موارد ثبت شده ابتلا به کووید 19 در جهان از 35 میلیون هم فراتر رفته و بر اساس اعلام دانشگاه جانز هاپکینز آمار جانباختگان ناشی از ابتلا به کرونا از 1 میلیون گذشته. همزمان با اعمال سختگیری های بیشتر در بعضی کشورها، محدودیت های اجتماعی در نقاط دیگری رو به کاهش است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم علی خردبیر. از غافلگیری جهانیان در برابر همه‌گیری ویروس نوظهور کرونا ماها سپری می‌شود و همچنان نبرد مرگ و زندگی ادامه دارد. پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز می‌گویند که تا اینجا در سراسر جهان بیش از 1 میلیون نفر جان باختند و شمار ثبت ابتلا به کووید 19 از 35 میلیون هم گذشته. کرونا تا به حال به جان شماری از سیاستمداران و چهره‌های سرشناس بین‌المللی هم افتاده. رئیس کمیسیون اروپا هفته گذشته در جلسه حاضر شد که جواب آزمایش کرونا یکی از شرکت کنندگان در آن جلسه حالا مثبت اعلام شده. اورزولا فون در لاین، نگران افزوده شدن نامش در فهرست مبتلایان، اعلام کرده که بر اساس مقررات خود را تا پایان فردا سه‌شنبه قرنطینه می‌کند. کمی دورتر از بروکسل و مقر اتحادیه اروپا، دولت فرانسه اعلام کرده که تمامی کافه ها و میکده ها از فردا در پاریس تعطیل می شوند. این تصمیم در تعارض با فرهنگی که کافه نشینی از آن جدایی پذیر نیست، با اوج گرفتن میزان ابتلا به کرونا گرفته شده. نه فقط تدابیر سختگیرانه، که حتی استفاده اجباری از ماسک هم البته گاهی با اعتراض هایی روبروست. اینجا در شهر کنستانس آلمان هزاران شهروند مخالف محدودیت‌های اجتماعی تظاهرات کردند. مشکل اینه که همه باید ماسک بزنیم. کودکان در مدرسه مجبورن ماسک بزنن و اینها نشانه‌های بارز وضع خیلی بد فعلیه. ما باید توی رستوران‌ها اسم و آدرسمون رو بدیم و مجبور به این کار میشیم. وقتی هم که از منطقه پرخطری برمیگردیم مجبور میشیم که آزمایش بدیم. واکنش ها همزمان با انتشار خبر افزایش میزان ابتلا در برخی از کشورهاست. در آمریکا ظرف هفته گذشته بیشترین آمار شیوع کرونا در 9 ایالت ثبت شده و افزایش مبتلایان در بریتانیا هم به نگرانی ها افزوده. با این حال از گوشه و کنار خبرهای امیدبخشی هم شنیده می شود. رستوران‌ها و کافه‌ها در ایالت مهاراشترای هند پس از وقفه 6 ماهه بازگشایی می‌شود و در آکلند، شهری که به کانون کرونا در نیوزیلند بدل شده بود، هم دیگر خبری از محدودیت‌ها نخواهد بود. ما یکی از معدود جاهایی هستیم که شما می توانید به هر تعداد گرده هم جمع شوید، بدون محدودیت سر کار بروید و در ورزشگاه‌ها به تماشای مسابقات بنشینید. با وجود این خبرها، زندگی در اقصا نقاط جهان همچنان تفاوت چشمگیری با دوره زمانی مشابه در سال گذشته دارد و دستیابی به واکسن کرونا به آرزوهای جمعی بشر افزوده شده. علی خردپیر، بی بی سی. قرار است روز 11 اکتبر مردم تاجیکستان رئیس جمهوری بعدی خود را انتخاب کنند، هرچند کمتر کسی شک دارد که رئیس جمهوری بعدی همین رهبر فعلی تاجیکستان نباشد. سکان سیاسی این کشور طی 28 سال اخیر در دست امام علی رحمان بوده که اتفاقا همین امروز 68 ساله شد. یکی از ویژگی‌های دوره زمامداری او تمایل به حکومت خانوادگی است. داریوش رجبیان در گزارشی که می‌بینیم سراغ این و دیگر ابعاد حدود 3 دهه حکومت رحمان را گرفته. با
هم خودش و هم هوادارانش معتقدند که فقط او قادر بود جلوی جنگ داخلی را بگیرد و آوار 5 سالی آن را از سراسر کشور بروبد. من یک شناتر میکردم که در امان وقت روباره در کار بود که فدایی ملت باشد، خودش را قربان کند و ملت را سرجم. امام علی رحمان که 28 سال پیش در آغاز جنگ داخلی تاجیکستان رئیس یک مزرعه اشتراکی در زادگاهش دنقره بود، این چالش را پذیرفت و با کمک متحدانش روسیه و ازبکستان قدرت را در تاجیکستان قبضه کرد. جان بیش از 60 هزار تن در این جنگ از دست رفت. اما ده ها هزار تن که از آتش جنگ تاجیکستان به افغانستان جنگ زده پناه برده بودند، در پی تلاش های حکومت رحمان به کشور بازگشتند. ولی آن روی سکه این بود که به دنبال آغاز رهبری او، ده ها هزار تاجیک دیگر در جستجوی کار به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر مهاجرت کردند. و امروز هم پول حاصل از همین مهاجرت است که چرخ زندگی میلیون ها تن را در تاجیکستان میچرخاند. این درآمد حدود 50% تولید ناخالص داخلی کشور برآورد شده. نخستین سالهای حکومت آقای رحمان ما شاهد رفتار بهتری در زمینه اقتصادی بودیم. واقعا تلاش میشد با کمک نهادهای بین الملل از تکیه یک سویه تاجیکستان به درآمد که کارگران مهاجر به تاجیکستان می آوردن تا اندازه‌ای کاسته بشه، اما فساد اقتصادی بسیار چشمگیر در حقیقت جلوی این فرایند رو گرفت و اقتصاد تاجیکستان به راه دیگه ای رفت که باید از اون کجراه نام برد. بسیاری دلیل پدید آمدن این کجراهه را اتکای بیش از حد امام علی رحمان به اعضای خاندانش در امر حکومت داری می داند. امام علی رحمان و عزیز ما اسدالله آقا 9 فرزند دارند، 7 دختر و 2 پسر. آقای رحمان ایالوارترین رهبر آسیای مرکزی است. این ایالواری در سیاست داخلی تاجیکستان هم اثرات شگرفی داشته، به گونه ای که بسیاری از اعضای این خاندان مسئولیت عرصه های مختلف کشور را به عهده گرفتند. رستم امام علی پسر ارشد آقای رحمان هرچند فقط 32 سال دارد، تا کنون ریاست اداری مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اداری گمرک و آژانس مبارزه با فساد را داشته است. ورود او به عرصه بزرگ سیاست 3 سال پیش اتفاق افتاد، زمانی که شهردار پایتخت شد. پیش از همه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای باوری به کادرهای جوان و سازوار دانستانشان به چنین مسئولیت بلند اظهار سپاس و مینداری می نمایم. رستم امام علی اکنون رئیس مجلس ملی تاجیکستان هم هست که عملا او را بعد از پدرش در جایگاه دوم سلسله مراتب قدرت تاجیکستان نشانده. مدیریت دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان به دوش آزاده دختر رئیس جمهور است. او پیشتر معاون وزیر خارجه هم بود. شتابان بالا رفتن او از پلکان قدرت باعث شد این شایعه راه بیفتد که آقای رحمان به این دخترش مهر و ارادت خاصی دارد. جمالالدین نورعلیف شوهر آزاده هم از توجه رهبری بی بهره نماند. سالها معاون وزیر دارایی و رئیس شورای ناظران آگرو اینوست بانک بود و اکنون معاون اول بانک ملی است. گفته شده گردش ارز خارجی زیر نظر همین داماد رئیس جمهور است. خانواده رحمان با بانک‌های تاجیکستان پیوند تنگاتنگی دارند. دخترش زرینه که در انگلستان تحصیل کرده، معاون آریان بانک از مهمترین بانک‌های تاجیکستان است. او در واقع معاون دایی خودش است، حسن اسدالله زاده، برادر زن امام علی رحمان. رخشانه، یکی دیگر از دختران رحمان، معاون اداری سازمان‌های بین‌المللی در وزارت خارجه است. شمس‌الله صاحبوف داماد آقای رحمان یکی از سرمایه‌داران مطرح کشور است و معاونت کمیته المپیک تاجیکستان را به عهده دارد که رئیس آن پدرزن او امام علی رحمان است. یعنی سر و ته کلاف قدرت در تاجیکستان به هم وصل می‌شود و تراکم قدرت و ثروت در دست معدودی از افراد نزدیک به رهبر کشور کاملا مشهود است. و حالا ایده رسیدن ریاست جمهوری از امام علی رحمان به رستم امام علی که ظاهراً به بعد موکول شده، در رسانه‌های دولتی به حدی تبلیغ می‌شود که اکنون در چشم و ذهن مردم عادی یک رخداد طبیعی جلوه می‌کند. این در حقیقت جای پرسشه که پسر آقای متاسفانه مجبوریم که این گزارش رو همینجا قطع بکنیم. پزشکان آقای ترامپ همین حالا مقابل بیمارستان والتر رید در مریلند آمریکا در شمال واشنگتن دی سی نشست خبری دارن. میریم این نشست خبری رو می‌بینیم.
و اون وقت با دکسامتازون و بقیه داروها ادامه خواهد داد. میتونه به صورت عادی غذا و نوشیدنی مصرف کنه و به کارهای خودش بپردازه. و حالا میخوایم به همکار دیگرم که رئیس بخش پزشکی والتر رید هستن در زمینه بیماری‌های عفونی یا واگیردار مصری ادامه صحبت‌ها رو خواهند داشت. عصر همه شما بخیر. قبل از هر چیز میخوام بگم که واقعا افتخار بزرگی است برای من که عضو این تیم پزشکی هستم در کنار همکارانم اینجا و مراقب سلامت رئیس جمهور بودیم. از زمانی که پرزیدنت ترامپ وارد بیمارستان والتر رید شدن در راستای دستورالعمل‌های انجمن پزشکی ما مراقبت از ایشون رو بر عهده داشتیم. من دکتر کمبل و بقیه اعضای تیم خیلی از نزدیک با آزمایشگاه‌های مختلف آزمایشگاه‌های پیشرفته که در این منطقه هستن همکاری کردیم تا بتونیم که تست‌ها و آزمایش‌های تشخیصی لازم رویشون اجرا کنیم و بتونیم که ارزیابی کنیم ببینیم که هم وضعیتشون چطوره و هم قابلیت انتقال ویروس از ایشون به دیگران چطور هست. همچنین تلاش کردیم که اطمینان حاصل کنیم که خیلی نزدیک داریم به استراتژی‌های کنترل افزایش ابتلا نگاه کنیم، بررسی کنیم تا پرزیدنت بتونه به صورت بدون خطر به اقامتگاه خودش برگرده. حالا آماده گرفتن هر گونه سوالی هستیم. همکارم به سوال‌های شما پاسخ خواهد داد. همونطور که شنبه گفتم و میخوام باز تکرار کنم صحبت‌هامو، خیلی قدردان رئیس جمهور هستیم و همکارانمون در دانشگاه جانز هاپکینز و نیروهای فدرال که همشون به ما کمک کردن که وظیفه خودمون رو انجام بدیم و تا زمانی که همه چیز روی مسیر مناسب خودش باشه، همونطور که الان شاهدش هستیم، همونطور که پرزیدنت هم خودشون از قبل توییت کردن، امروز به خانه برخواهد گشت و حالا میتونیم به سوال‌های شما پاسخ بدیم. بعضی ها در کاخ سفید گفتن که به او استروید تجویز شده و معمولا اینها رو به بیماری های کوویدی میدیم که تحت دستگاه ونتیلاتور هستن. بنابراین آیا شما یک مقدار اغراق کردید در درمانشون؟ ما بیماران رو همراه با دارو به خانه میفرستیم. این اتفاق طبیعی و روتین هست. بنابراین پرزیدنت ترامپ به هر حال به بخشی از کاخ سفید خواهد رفت که اونجا یک تیم عالی پزشکی به همراه پرستاران و دیگر کارشناسان بسیار بسیار زبده و ماهر هستند و بنابراین مراقب او خواهند بود. در ارتباط چه تدابیری اتخاذ کردیم برای مقابله با سرایت ویروس و چقدر واقعا کار ایمنی بود که ایشون سوار ماشین شد دیروز و یک گشتی رو زد بیرون از بیمارستان؟ پرزیدنت ترامپ احاطه شده از طرف تیم پزشکی که اینجا هستیم و با تجهیزات لازم عمل کرده و دیروز هم نیروهای سرویس های مخفی ایالات متحده همراه با این تجهیزات ایمنی برای زمان خیلی کوتاهی از بیمارستان خارج شدن. ما تلاش کردیم که راهنمایی های لازم رو به ایشون بکنیم که وقتی به کاخ سفید خواهند رفت چطور عمل کنند و ناظر این خواهیم بود که چطور بتونه از دفتر خودش در کاخ سفید به وظایف خودش همچنان عمل کنه و همینطور که گفته شد این کارهای او همچنان و مراقبت های ما همچنان همسو خواهد بود با مراقبت هایی که در داخل این بیمارستان از او داشتیم. میشه به ما بگید که آخرین زمانی که تست ایشون منفی از آب در اومد کی بوده؟ میشه به ما بگید این رو؟ آخرین تست منفی. نمیخوام به عقب برگردم. افرادی که پیرامون هستن آیا در ایمنی هستن؟ من در ارتباط با ردیابی کانتکت ها و تماس هایشون نقشی ندارم، بنابراین نمیتونم به این سوال پاسخ بدم. ما همیشه سعی میکنیم که بیماران رو مرخص کنیم به محض اینکه این منطقی باشه و برای اونها ایمن باشه. طبیعتاً هر روزی که اونها زیادی در بیمارستان بمونن این خودش یک خطری است برای اونها و در حال حاضر هیچ نیازی نیست و دلیلی نیست که پرزیدنت ترامپ در بیمارستان باقی بمونه و میتونه در خانه به بهبود ادامه بده. سو این پنجره 70 روزی که اعلام شده بود، ما خب هنوز به اون پنجره 70 روز نرسیدیم. آیا شما نگرانی این رو ندارید که ممکنه که وضعیت سلامت ایشون دوباره بد بشه؟
شما کاملا درست میگید و به همین دلیل که ما همچنان محتاطانه خوشبین هستیم و خیلی احتیاط میکنیم برای اینکه یک زمینه یک مقطع حساسیه برای اینکه بیمار خیلی زود درمان خودش رو دریافت کرده و ما الان به روزهای آخر هفته این هفته نگاه میکنیم. اگر تا دوشنبه آینده همچنان در شرایط کنونی بمونه و حالش بهتر بشه اون وقت همه ما اون به حال نفس راحت نهایی رو خواهیم کشید و خیالمون راحت خواهد شد از وضعیت او. ما الان قرار نیست که کنترلمون روی او رو قطع کنیم و همچنان او رو تحت نظارت خواهیم داشت. چطور اونو میتونید در قرنطینه به صورت ایمن نگه دارید در کاخ سفید؟ خب من بیشتر نمیتونم در این باره به شما توضیح بدم متاسفانه. دیروز ما درباره این بحث صحبت کردیم، درباره کاهش سطح اکسیژن در خون او به عنوان یک در حد تیم در سطح تیمی باش روبرو شدیم و بعد دیدیم که این نگاه کردیم که آیا وضع داره بهتر میشه یا بدتر میشه، احتمال عوارض جانبیش چی هست، به داده ها نگاه کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ترجیح میدیم که ادامه بدیم به درمانمون تا اینکه صبر کنیم و کاری نکنیم در این باره. درباره سفر کردن ایشون برای کمپین ریاست جمهوری باید هنوز صبر کنیم و ببینیم. درباره وضعیت ذهنی ایشون آیا هیچ علائم عصبی، هیچ به اصطلاح گیجی ناشی از داروهایی که بهشون تجویز کردید شاهد بودید؟ نه شما دیدید ایشون رو در فیلم دیدید، توییتاشون رو دیدید، می‌بینید که دوباره برگشته به حالت عادی. آیا هیچ التهاب یا علائم زاتوریش شاهد بودید؟ ما تست های روتین رو انجام دادیم و قادر نیستم که چیز بیشتری به شما بگم. آیا شما نمیخواید به ما بگید واقعا وضعیت ریه ایشون چطوره؟ یک سری قوانین و قواعدی هستن که محدود میکنن من رو برای اینکه بخوام همه اطلاعات رو در اختیار شما بگذارم، هم برای امنیت رئیس جمهور و هم به دلیل سلامتی ایشون. چند بار سطح اکسیژن خون ایشون افت داشت؟ میخواید به ما اینو بگید؟ بله، دو مورد بود که همطور که دیروز گفتیم سطح خون ایشون کاهش پیدا کرد و در هر دو مورد بهشون اکسیژن دادیم و خیلی زود حالش بهتر شد. نه نیازی نداشت به اکسیژن، نفسش به تنگی نیفتاده بود، واقعا احتیاج نداشت، ولی خب ما خواستیم که به حال شان کانلی پزشک معالج دونالد ترامپ یا بهتر بگم سرپرست تیم معالج دونالد ترامپ داشت صحبت میکرد در مورد وضعیت سلامتی آقای ترامپ. میدونیم که قرار تا ساعتی دیگه آقای ترامپ بیمارستان رو ترک بکنه. او گفت که سطح اکسیژن خون آقای ترامپ طبیعی است، البته هنوز خطر رفع نشده، ولی پزشکان متقاعد شدن که خارج شدن آقای ترامپ از بیمارستان برای او خطری رو ایجاد نمی‌کنه، اگرچه باید همچنان دونالد ترامپ در قرنطینه بمونه. و اما محمد رضا شجریان استاد سرشناس آواز سنتی ایران بار دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده. بیمارستان جمع در اطلاعیه‌ای از پایین بودن سطح هوشیاری آقای شجریان خبر داده. او بار قبل در اواخر مرداد ماه به علت کاهش سطح هوشیاری و شوک عفونی در بیمارستان بستری شده بود. دکتر حسن عباسی پزشک محمد رضا شجریان از تهران با ما هستند. آقای دکتر عباسی، آقای شجریان چطورند؟ با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. جناب استاد رو دیروز به خاطر مسائل متعددی که گرفتاری ایجاد کرده بود در بخش ICU بستری کردیم. مشکل اصلی از یک ماه پیش به علت کولسیستیت، یعنی یک عفونتی در کیسه صفرای ایشون ایجاد شد که ما به علت شرایط موجود نمیتونستیم اقدام به عمل جراحی بکنیم و درمانهای طبی با کمک همکاران متخصص این کار، متخصصین گوارش، متخصصین عفونی و همه همکاران همکاری داشتند و در این مورد درمانهایی رو شروع کردیم و در این مدت آنتیبیوتیک ها زیادی گرفتند و تا حدود زیادی اون عفونت حاد رو تونستیم مهار بکنیم که حالت توکسیک و سمی پیدا نکنه. ولی خب به علت مدت طولانی مصرف آنتیبیوتیک و به علت وجود همون عفونت به صورت مزمن گرفتاری های ارگانیک دیگری در جاهای دیگری ایجاد شد و به علت
کلیوی، مغز استخوان، کاهش پلاکت خون و شرایط عمومی و با کمک همه همکاران مشغول درمان ایشان هست. آقای دکتر، این که گفته میشه سطح هوشیاری ایشون پایینه به معنای این است که ایشون در کما هستن؟ خیر، ایشون در حتی دیشب مقدار زیادی بیش از حد به اصطلاح نگران بودیم که ایشون ناراحت نباشند و نه، در کما نیستند، ولی خب شرایط نرمال نیست، شرایط استیبل نیست و ارگان‌های مختلف درگیر هستند و درمان‌های مختلف و با کمک همه همکاران داریم انجام میدیم. چقدر امید دارید که حال آقای شجریان به حالت استیبل یا پایدار برسه؟ تمام سعی ما این هست، ولی حالا چقدر بتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه، دیگه بیولوژیک و همه بتونیم این بالانس رو برقرار بکنیم، قطعا امید ما همینه. معمولا چقدر میشه بیمار رو در چنین حالتی نگه داشت؟ حالا حساب درستی نداره، این رو دقیقا نمیشه گفت. معمولا دو سه روز اول که حالت شروع و کریتیکال داره، اگر بتونیم بالانس رو برقرار بکنیم میتونیم درمان رو بهتر انجام بدیم و اگر نتونیم قضیه وخیم‌تر خواهد شد. امروز خبرهای نگران کننده این طرف و اون طرف منتشر شد که بعد تکذیب شد. منبع اطلاع رسانی کجاست؟ از نظر شما مردمی که نگران حال آقای شجریان هستن باید به کجا مراجعه بکنن؟ من فکر میکنم بیشترین اطلاعات رو از اطلاعیه های بیمارستان جمع خواهم داشت و بستگان ایشون، همایون خان شجریان، از اینها باید کسب بکنن و افراد متفرقه شایعاتی درست میکنن که اینطور نیست و امروز هم متاسفانه یک شایعه کذبی ایجاد شد که واقعا هیچ گونه اساسی نداشت. و در نهایت این که ایشون تحت مراقبت‌های ویژه هستند، آیا امکانات داخل ایران کافی هست؟ به خاطر اینکه گهگوداری بعضی از بیماران در شرایط بسیار دشوار به خارج از ایران منتقل میشند. شخص استاد تمام امکاناتی که برای اداره این مسائل هست اینجا موجوده. چنانچه غیر از این بود ما دقیقاً اقدام می‌کردیم و حتماً با هماهنگی همه بستگان قطعا این کار رو میکردیم، ولی مسئلهی وجود نداره و درمانی، راه حلی، وسیلهی که ما اینجا در اختیار نداشته باشیم. واقعا ما در این مدت تمام امکاناتی رو که برای درمان ایشون هست به کار گرفتیم و تا اینجا در اختیار داشتیم خوشبختانه. ممنونم آقای دکتر و موفق باشید. دکتر حسن عباسی، پزشک محمد رضا شجریان از تهران، بیمارستان جنب ما. ممنونم از اینکه این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. یادآوری میکنم که این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. شب و روز بر شما خوش.